با نام وید خدای بزرگ و مهربان، از سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان از برنامه همسفر، همچنان همراه ما هستین در ایران گردی و داریم جاذبه های دیدنی میهن اعظم رو با همدیگه مرور میکنیم. اینجا استان هرمزگان، شهر زیبای بندر عباس هستش و ما چند روزی که از این شهر زیبا براتون میگیم. سوژه گزارش امروز ما مرتبط میشه به موزه مردم شناسی شهر بندر عباس که یک فضای تاریخی و دیدنی هستش. قراره با آداب و رسوم و فرهنگ غنی این سرزمین بهتر و بیشتر آشنا بشیم. همراه ما بیاین موزه بندر عباس. سلام جناب آقای زارعی. بله درسته. همونطور که گفتم موزه مردم شناسی شهر بندر عباس و جناب آقای زارعی عزیز، کارشناس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر بندر عباس. سلام میکنم به بینندگان برنامه همسفر، خوش آمد میگم به موزه خلیج فارس، در خدمتون هست. ماست بفرمایید که اینجا کجاست دقیقا؟ الان ساختمونی که من از بیرون مشاهده کردم یک ساختمون نسبتا قدیمی به نظر رسید، نمیدونم قدمتش به چه دوره برمیگرده. ساختمون موزه رو ابتدا معرفی کنید. الان در چه طبقه هستم؟ همکف منهاییه که چی محسوب میشه و چه غرفه هایی در اینجا هست؟ ساختمان موزه خلیج فارس در محوطه برکه های باران که یک محوطه دوره صفوی هست ساخته شده و در سه طبق با زیربنای تقریبا 2400 متر مربع که معماریش بر اساس عناصر سنتی استان هست. به خاطر همین شما احساس میکنید که این معماری کمی شاید قدیمی باشه. دیوارهای پشت بند، در و پنجره های چوبی باعث میشه که اون معماری سنتی استان رو معرفی کنه و از سال 1386 افتتاح شده. کاربرش هم به عنوان موزه بوده؟ از ابتدا برای موزه تعریف شده که همونطور که گفتم شامل سه قسمت، طبقه همکف که الان هستیم، بخش بادگیرها و پوشش تاریخی ایران، طبقه اول قسمت مردم شناسی و طبقه دوم بخش باستان شناسی هست. تعداد زیادی بادگیر الان اینجا داریم میبینیم. خب و ما بادگیرها رو بیشتر در قسمت مرکزی ایران به خصوص در استان اصفهان، کرمان، یزد که شهر بادگیرها هست بادگیرها رو اونجا می‌بینیم. من فکر نمی‌کردم در جنوب کشور هم بادگیر باشه. البته بادگیرهایی که اینجا دارم می‌بینم با این سازه کمی متفاوت هستن با قسمت‌های مرکزی ایران. در مورد بادگیرها در جنوب خواهش می‌کنم برامون. بادگیرهایی که در واقع نوار ساحلی ایران هست، یک تفاوت اساسی که با بادگیرهای مناطق مرکزی و کویره ایران داره اینه که در واقع بخش مرکزی ایران در زیر در واقع برج بادگیر یک اتاقکی هست که حوضخانه یا اتاق آب بهش میگن و باعث میشه که اون جریان هوا از روی اون آب عبور میکنه و رطوبت رو هم با خودش میبره. ولی اینجا دقیقا به خاطر وجود رطوبت یکی از کارهایی که این بادگیر میکنه پخش کردن هوا و حتی گرفتن رطوبت توی یعنی شما حیاتی که حوض داشته باشه نداره؟ اینجا حوضخانه نداره، نه نداره. زیر بادگیر نداره. بله و بادگیرها ثابت میکنه باد و هدایت. بله دقیقاً هدایت باد هست به سمت اتاقک‌های پایین. الان هست از این بادگیرها توی بندر عباس؟ الان تو خود شهر بندر عباس استفاده نمیشه، ولی بندر لافت در جزیره قشم، بندر کنگ و بندر لنگه قسمت‌هایی هستن که هنوز بادگیر اونجا هست و استفاده میشه. بله خیلی هم خوبه. خب اینجا طبقه‌ای هستش که ما میتونیم لباس‌ها و پوشش افراد مختلف در دوره‌های زمانی خاص مثل صفوی
و همینطور مادها، مادها سیگه درست؟ بله، از دوره ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و صفوی ما پوشش ها رو داریم. بله، پوشش ها رو داریم. میبینیم زیادم تغییر خاصی نکردن به جز رنگ لباس ها. پوشش ها تقریبا یک پارچه هستن و همینطور بادگیر ها. میبینیم به طبقه اول، از طبقه اول براتون میگیم و از اون فضاهای بسیار زیبایی که در موزه مردم شناسی هست. همسفر ما در سفر امروز باش. طبقه‌ای که الان درش قرار داریم طبقه مردم شناسی هست که شامل اشیا و وسایلی میشه که تقریبا حدود 100 سال خدمت دارن و در گذشته نه چندان دور مردم استفاده میکردن. این قسمت ویترین هایی رو میبینید که عروسک های سنتی استان رو نشون میده و به نام دختلوک شناخته میشه. عروسک‌های بسیار ساده‌ای که با چند تیکه پارچه و چوب ساخته می‌شدن و حتی هنوز هم این کار ادامه داره. در نواحی مختلف هرمزگان با فرم‌های متفاوتی ساخته می‌شده. برای مثال شیوهی که در جزایر ساخته میشه با شیوهی که در شرق هرمزگان، در غرب هرمزگان ساخته می‌شدن. اینها با هم تفاوت‌هایی در ساخت و طراحی چهره و پوشش عروسک ها داشتن. نمونه هایی که مربوط به مردها بوده رو مردلوک می گفتن و دخترها رو دختلوک. بخشی از طبقه مردم شناسی مربوط به زیورالاتی هست که در دوره پهلوی استفاده می شده و بیشتر از جنس نقره و گاهن از جنس مس بوده که توی این ویترین مشاهده می کنید. از دستبندها، پابندها یا خلخالها، انگشتریها و سربندها. در ویترین کناری نمونه هایی از برقه ها یا روبنده های جنوبی که بیشتر در مناطق، نمونه هایی که اینجا میبینید از مناطقی مثل بشاگرد و نمونه ای از بازسازی یک کپر در منطقه بشاگرد رو در این ویترین مشاهده میکنید. در این سالن شما نبرد صفویه و پرتغالی ها رو مشاهده می کنید که تقریبا در سال 1622 میلادی اتفاق می افته. ارتش پرتغال تقریبا از 500 سال پیش در خلیج فارس حضور پیدا می کنه و با فتح جزیره هرمز، جزیره قشم و بندر عباس مدتی رو در اینجا حکومت می کنن. برتری اونها به خاطر داشتن سلاح های گرم و کشتی‌های مجهز به توپ باعث میشه که خروجشون به دست صفوی‌ها طول بکشه، تا اینکه در 1620 با کمک کشتی‌های مجهز به توپ انگلیسی‌ها دولت صفوی در دوره شاه عباس به فرماندهی امام قلی خان موفق میشه که طی یک نبرد چند روزه پرتغالی‌ها رو از جزیره خارج کنن. تصویری که در دیوار این سالن می‌بینید مربوط به قلعه پرتغالی‌ها در جزیره هرمز هست. این قلعه که قدمتی تقریباً مربوط به دوره سلجوقی داره در دوره‌های بعد مثل دوره صفوی توسط پرتغالی‌ها بازسازی و مورد استفاده قرار گرفته که در چند مرحله مورد کاوش و مرمت باستانشناسی قرار گرفته.
در طبقه اول موزه مردم شناسی خلیج فارس در شهر بندرعباس علاوه بر اون ویترین ها که عروسک های بسیار زیبا و زیورالات رو میتونیم مشاهده کنیم، قسمتی هست که گوشه ای از بازار استان هرمزگان رو معرفی میکنه. بازارچه‌ای که الان به صورت زنده و پویا در جای جای استان هرمزگان میتونید این بازارچه رو ببینید. در این قسمت پیرمردی که سواس میفروشه، سواس هم یک نوع کفشی هستش که در استان هرمزگان بافته میشه. ما گیوه رو داریم، گیوه دوزی رو در اکثر نقاط مرکزی کشورمون. سواس هم تقریبا نه شبیه به گیوه، بلکه با اون دوخت و دوزهایی که میگم جزء کفش های بومی این منطقه محسوب میشه. معمولا از برگ درخت خرما و همینطور نی بافته میشه و به اسم سواس فروخته میشه. در قسمت بعدی هم صنایع دستی که بانوان هرمزگانی اون رو آماده میکنن و اینجا سفالگری هستش که نوعی کوزه یا خمره به نام جهلی ساخته میشه که جهلی ساخته خیلی خوش فرمی داره. من میتونم از اینجا بهتون یه دونه از این جهلی ها رو نشون بدم که به صورت کوروی هستش و جزء سفال های بسیار زیباست که البته جناب آقای زارعی عزیز به من گفتن به عنوان موسیقی هم از این نوع کوزه ها یا خمره ها استفاده می کردن. به این شکل تقریبا بلد نیستم ولی تقریبا اینطوری. خب مایات رو قاعدتا داخلش نگهداری می کردن و جزء صنایع دستی ارزشمند هرمزگان هستش. اینجا هم مقدار زیادی از میوه های خوشمزه استان هرمزگان رو میتونیم ببینیم که الان به خصوص فصل برداشت مرکبات هستش در روستاهای اطراف بندرعباس و همینطور میتونیم میوه های بسیار خوشمزه ای که در زمینه کشاورزی یه جورایی در بندرعباس هست و فراوان اشاره کنیم و یاد کنیم. در این قسمت شما پوشش بانوان بندری رو میتونید ببینین که چادر، برقه یا نقاب، جلویل خوسی، به این زردا خوسه میگن و همینطور کندوره از پوشش بانوان بندری هستش و همینطور میتونیم اون کفش های مخصوص که سواس نام داره، درست گفتم؟ بله، سواس شما میتونید اینجا مشاهده کنین. سوغات بندرعباس و شهرهایی که کنار دریای نیلگون خلیج همیشه تا ابد فارس هستن ماهیه، یکی از سوغاتشون ماهی و میگو که به هر حال اینجا بهش اشاره شده و حبوبات. کلن در این مجموعه شما میتونید بازار بسیار خوب، زیبا و دیدنی استان هرمزگان رو مشاهده کنید که به صورت سنتی هم هست. سعی شده در این بازار به پوشش مردمان این دیار اشاره بشه، صنایع دستیشون و همینطور فروش محصولاتی که به وفور در استان هرمزگان یافت میشه. در این بخش ما این قسمت رو بهتون معرفی کردیم، میریم ادامه توضیحات رو از جناب مهندس زارعی میپرسیم، میشنویم ببینیم چه قسمت هایی دیگه داره موزه مردم شناسی شهر زیبای بندرعباس. همسفر ما باشیم. در این قسمتی که ما الان هستیم صدای کسانی رو میشنوین، ملوانهایی که اومدن به صید یا صیادی، اما نه صید ماهی بلکه صید مروارید و کسی که در دریا رفته و غواصی کرده صدفی رو آورده بالا تا مروارید رو صید بکنه. این لنجی هم که دارین داخل این غرفه تماشا میکنین در زبان محلی بندری بهش جهاز میگفتن در زمان قدیم که الان لنج هست و موتور هم داخلش نبوده، با پارو
هدایتش میکردن این لنج یا جهاز رو. الان که واقعا موتور هستش و با سوخت کار میکنه و تو دل دریا میرن و همچنان صید مروارید رو داریم، به خصوص در اطراف بندر لنگه که در استان هرمزگانه. این قسمت هم با تداعی صدای مرغان دریایی و امواج خروشان دریای نیلگون خلیج فارس میتونین یک منظره زیبا رو تماشا کنیم. میریم به طبقه دوم موزه و از اون طبقه براتون میگیم. همسفر ما باشید. در طبقه دوم موزه بخش باستان شناسی، سالن ها با سالن پارینه سنگی شروع میشه که الان سالنی هست که ما الان درش قرار داریم. سالنی است که مربوط به انسان های اولیه و ابتدایی ترین فرهنگ های بشری است. اشیایی که در این سالن هست از اطراف رودخانه رودان و میناب به دست اومده که سنگ هایی هن که با ضربه های خیلی ساده تبدیل به ابزار شدن. دوره ایه که انسان برای شکار مجبور بود دائم در حال حرکت باشه و استقرار ثابتی نداشته. برای همین اکثر محوطه ها به صورت محوطه های روباز و اطراف رودخونه ها هستن، مگر اینکه در بعضی از منطقه ها ما غاری داشته باشیم که اونها در غار ساکن باشن. نمونه مجسمه هایی که اینجا میبینید بازسازی انسان های نئاندرتال در موردی که پایین میبینید در حال ساخت ابزار هستن و انسانی که در حال آوردن لاشه شکار هست. این دوره رو در ادبیات باستان شناسی بهش پارینه سنگی میگن که تقریبا از 2,500,000 سال تا 10,000 سال پیش ادامه داشته. شما از دوران پارینه سنگی برامون گفتین و انسان‌های اولیه. نه. در فضای بعدی دوره جدیدتری از اون دوران رو دیدیم به نام دوران مفرق، درسته؟ دوران مفرق یا شهرنشینی. مفرق یا شهرنشینی، کوزه ها و سفالینه ها و اینها دیگه شکل گرفتن. نه. بعد از اون میرسیم تعداد زیادی خمره اینجا داریم میبینیم. من نه. داخل خمره ها رو که نگاه کردم اسکلت دیدم. داستان این غرفه ها رو برامون میگین؟ این سالن مربوط به محوطه به نام نخل ابراهیمی که در نزدیکی میناب قرار داره و طی چند فصل حفاری آثاری از دوره اشکانی به دست اومد. محوطه نخل ابراهیمی به عنوان بزرگترین دژ و استحکام دوره اشکانی در سواحل شمالی خلیج فارس هست که شامل دو قسمت میشه، قسمت استحکامات نظامی و حکومتی و بخش گورستان. در گورستان شمار زیادی گورخمره شناسایی شد که همونطور که در اینجا میبینید اسکلت هایی درونشون قرار داشت. نشانگر یک سنت تدفین هست در دوره اشکانی که جسد رو درون خمره ها دفن میکردن و بعد خمره در خاک قرار میگرفت که بر اساس باوری که داشتن برای جلوگیری از آلوده شدن خاک در اثر تجزیه جسد سعی می‌کردن جسد رو از خاک جدا کنن. اشیاء این سالن همشون مربوط به کاوش‌های نخل ابراهیمی در دوره اشکانی هستش. سفال‌ها، شمشیر آهنی و نمونه‌ای از خشت‌هایی که در استحکام دژ به کار می‌رفته. به همراه پای در واقع پاشنه دری سنگی که چوب رو درون این قسمت قرار میدادن و باعث چرخیدن در میشد. بسیار عالی. چه جاذبه‌ای دیگه میتونیم در این طبقه مشاهده کنیم به جز این؟ ما بعد از این سالن وارد سالن دوره تاریخی از کاوش‌های گورستان گروی میشیم و بعد وارد سالن دوره اسلامی.
بعد از سالن دوره تاریخی وارد سالن دوره اسلامی میشیم که شامل اشیایی است که از دوره سلجوقی تا دوره صفوی و افشار تا دوره قاجار در محوطه‌های اطراف بندر عباس، جزایر هرمز و قشم و همچنین جزیره کیش به دست اومده که شامل سلاح‌هایی همچون شمشیرها، خنجرها، دشنه‌ها و همچنین کاشی‌های لعابدار، پیسوزها و سفال ویژه دوره صفوی یعنی سفال آبی سفید میشه. در پایان دعوت میکنم از بینندگان برنامه همسفر که از موزه خلیج فارس در بندر عباس بازدید کنند. ما همه روزه از ساعت 9 الی 5 بعد از ظهر میزبان شما خواهیم بود. همونطور که اشاره شد موزه مردم شناسی در مجموعه برکه های باران احداث شده. این برکه ها چی هستن؟ همون آبانبارهای خودمون توی مرکز ایران آبانبارهای زیادی رو میتونیم مشاهده بکنیم که کاربری خاصی دارن و هنوز هم در شهرهای مثل کاشان، اصفهان و حتی یزد آبانبارها هستن. هرند رفتیم اونجا آبانبار دیدیم، توی استان خراسان جنوبی و شهر فردوس آبانبار رو دیدیم، اما اینجا بهش میگن برکه. برکه باران. چرا باران؟ به خاطر اینکه آبی که در این برکه ها ذخیره میشه آب بارانه و فصل زمستان و بهار که بارندگی هست این آب ها در این برکه ها جمع میشن و سپس در تابستان استفاده میشن. این مجموعه برکه های باران هم دیدنیه در جوار موزه مردم شناسی شهر بندرعباس. خب این هم همسفر امروزمون که تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان بیننده شد، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا سوژه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. اما 3085 رو فراموش نکنین، بهمون پیامک بدین، منتظر پیام های زیبای شما هستیم. خدا نگهدار.